تست شماره 12 عبارت عربی به همون داده شده، 4 گزینه داریم، ترجمه درست رو بایستی انتخاب بکنیم، یعنی تست ما 1/4. ابتدای عبارت رو نگاه کن، اشتری تو، خریده هم به صورت نقلی ترجمه شده، درسته و خریدم. ادامش حبوبن مسکنه. بچه ها دقت کنید، هر وقت دوتا کلمه رو داشتی که تنوین داشتن مثل همدیگه بودن، کنار همدیگه بودن، یا به اولی یا به دومی یه دونه یه میدیم. قرص های آرام بخشی باید میگفت، چون اینو نگفته گزینه 1 حذف. دومی، قرص های آرام بخش، درسته؟ قرص مسکنی، اصلا جمع نیورده، حبوب جمعه، نادرست، گزینه 3 حذف. قرص های مسکنی، درست. دوتا گزینه رو همین ابتدای جمله حذف کردیم. حالا دوتا گزینه که باقی مونده رو با همدیگه قیاس میکنیم تا اینکه به یه اختلافی بر بخوریم و بعدش صورت سوالمون رو نگاه میکنیم. قرص های آرام بخش برای مادر بزرگم خریدم، برای مادر بزرگ خود، درسته تا اینجا شد مثل همونه. قرص های مسکنی خریدم، تا اینجا یکسان، مشکلی نبود. ادامهش رو نگاه کنیم. زیرا او احساس سردرد می کند چون احساس درد داشت. بچه ها ضمیر داره، فعلمون مضارع است، اینجا ماضی اختلاف می بینیم. اینجا گفته سردرد، اینجا گفته درد. پس تو این بخش دوم یه عالمه اختلاف دیدیم. به صورت سوال نگاه بکنیم. اینجا ضمیر داره، جواب معلوم شد. فعلمون مضارع است، جواب معلوم شد. صدا یعنی سردرد، جواب معلوم شد. یعنی اختلاف هایی که وجود داشت همه رو از تیتر سوالمون نگاه کردیم، عبارت سوالمون نگاه کردیم و جواب دو رو با اطمینان انتخابش میکنیم.